درود میگم به همه فارسی زبانان در سراسر گیتی که بیننده برنامه های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی با حضور دکتر آرتمیس اهورا هستم. و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس عزیز. خوش آمدی آرتمیس جان، در خدمتون هست. سپاسگزارم ازتون بانو افسانه گرامی و درود و سپاس به همه کسانی که این برنامه ها رو میبینن و برنامه های جنبش رنسانس ایرانی رو پیگیر هستن و امیدوارم که جستار امروز هم جستار مفید و آموزنده ای باشه براشون. امیدوارم. بانو آرتمیس، هیاهو و جنبش هایی که این روزها خیلی سرسده کرده، مثل جنبش های سقط جنین، آیا شما با این موافقین یا مخالف؟ یک دو، با من این که پشت پرده این جنبش ها از چه قراره، مخصوصا در غرب و در امریکا. سپاس ازتون بانو افسانه گرامی. موضوع سقط جنین یه موضوعی است که امروزه به نظر میرسه که در جهان داره خیلی بیش از اون چیزی که باید بهش توجه میشه و بیش از حد داره سیاسی میشه قضیه. و خب هر وقت که شما یک برنامه، یک موضوع، یک جریانی رو میبینید که یک مرتبه در تمام رسانه ها، در سراسر میدیا توی کشورهای مختلف، به ویژه کشورهایی که معمولا توش گلوبالیست ها دست های بیشتری دارن و فعالانه تر دارن اقداماتی انجام میدن رو میبینیم، باید همیشه به یک سری مسائل پشت پرده یا یک سری مسائلی که بین خطوط هست در واقع توجه بیشتر نشون داد و ببینیم که اصلا چه خبر هست. موضوع سقط جنین موضوعی است که من خودم شخصا، اگر که نظر خود من رو بخواید، با اینکه من خودم رشتم مامایی بود، چه در ایران چه بیرون ایران که فوق لیسانس هم رو میگرفتم و چه بعدش، هر زمانی که من در هر نوع سیستم بهداشت و درمانی بودم، به طور کلی با سقط جنین های الکتیو یا انتخابی یا اینکه به اصطلاح چیزی که غیر چی میشه بهش گفت، غیر از لازم و غیر از خطرناک و غیر از مورد بسیار قانونی داشتن موضوع باشه اتفاق میافتاد، من خودم شخصا همیشه باهاش مخالف بودم. حالا به چه علت؟ برای اینکه نه به خاطر که اصلا جنبه مذهبی برای من این موضوع داشته باشه و بگم حالا مثلا در این کتاب اینو نوشته، در اون کتاب اونو نوشته، نمیدونم حرام، حلال، گناه نیست، من اصلا به این موضوع توجهی ندارم، ولی به نفس موضوع، به نفس اینکه شما بیمسئولیتی بکنید در و بدون برنامگی بکنید در اینکه میخواهید اصلا بچه داشته باشید یا نه، و بعد بیاید با جون دیگری ازش مایه بذارید برای جبران اشتباه خودتون، من با این موضوع مخالف هستم. و به طور کلی کسانی هم که خیلی زیاد میخوان بر این موضوع تاکید بکنن، معمولا بهترین و بیشترین بهانه‌شون اینه که خب حالا اگر کسی بهش مثلا تجاوزی شد یا یه اتفاق این چنینی افتاد و اون بچه رو نخواست چی؟ اولا که ما همیشه معمولا در کتاب‌های مدارس غرب تا این قسمت رو بهشون میگن که بله ممکنه حاملگی‌هایی هست که ناخواسته اتفاق افتاده، حالا نتیجه تجاوز شده به کسی یا نتیجه یک اتفاقات اینچنینی بوده و افراد بچه رو نمیخوان، ولی تا همین جا رو میگن، نمیان قسمت بیشترش رو توضیح بدن که بله اگر کسی بچه نخواد چیزی هم وجود داره به نام قرص های فردا صبح، به اصطلاح بهش میگن یا مورنینگ افتر پیلز، که شما تا فردا یا اون روزی هم که اتفاقی براتون حالا میفته، فردا و پس فرداش هم حتی این امکان براتون وجود داره که یه قرص هایی هست همه جا تو داروخانه ها فروشش آزاد، نسخه هم نمیخواد، دکترم نمیخواد و میخرین و میخورین و یک دونه هم فقط هست و این موجب میشه که خود به خود به اصطلاح ریزش رحم شروع بشه و این بچه بیفته. هنوز
انگامی که هیچ اتفاقی نیفتاده، هنوز ممکنه حاملگی هم صورت نگرفته باشه، ولی پیشگیری، نوعی پیشگیری است در واقع. ولی در فردای روزی که یک همچین اتفاقی افتاده، حالا کسی بهش تجاوز شده یا هر بالاخره اتفاقی که ناخواسته موجب ممکنه بشه که به یک حاملگی، تا فردا صبحش هم شما اگه انسان مسئولی هستید و واقعا یک بچه رو نمیخواد، خب دستو که خیلی هم خوب میتونید فرداش برید و جلوی اون حاملگی رو اصلا کلا بگیرید، از ایجاد شدنش بگیرید، حتی اگه قبلش با روش‌های پیشگیری جلوگیری نکرده باشید. اما اینو نمیان بگن و میان میگن که خب حالا نه، یعنی چی؟ مثلا ما اگه بچه رو نمیخوایم باید این آزادی رو بر بدنمون داشته باشیم که هر موقع دلمون نمیخواد بریم یک بچه رو بندازیم. این که از انداختن بچه یا سقط جنین به عنوان روش پیشگیری از بارداری در واقع استفاده نوعی میکنن، مشکل عمده و اخلاقی این موضوع هست. برای اینکه گفتم من هیچ وقت راضی نیستم جواب اشتباه خودم رو برم از جان دیگری براش مایه بذارم، و با توجه به اینکه این موضوع سقط جنین هم عوارض بسیار بسیار زیادی برای مادر داره در حاملگی های بعدی، چسبندگی های رحمی که میده و خیلی اتفاقات ناخوشایند دیگه، و هم صدمات بسیار عمیق روحی که خیلی از افراد پس از سقط جنین هایی که به صورت الکتیو پا میشن میرن یه جایی انتخاب میکنن که مثلا سقط بکنن، بعدش خیلی ها در پژوهش‌ها نشون داده شده که عین یک تروما یا عین به اصطلاح این که میگن PTSD یعنی پست تروما سیندروم ایجاد میکنه بعد از یک اتفاق ناخوشایند. معمولا خیلی از افراد دچار شوک و مشکلات روحی و افسردگی هایی میشن. این سقط جنین پژوهش‌ها نشون داده همون اثر رو داره. اما حالا میریم یه مقداری از محدوده نظر خودم میام بیرون و از موضوع به طور جهانی نگاه میکنیم و بررسی میکنیم. هر ساله بد نیست بدونین طبق آمار WHO یا گزارش سازمان بهداشت جهانی، سالی 73 میلیون سقط جنین در جهان داره اتفاق میفته. این به معنی اینه که 39 تا سقط جنین برای هر 1000 زن در جهان داره روی میده، و این آماری است که خب ما از سال 1990 به این سو میبینیم وجود داره و تقریبا هم ثابت بوده. یعنی سالی 73 میلیون، حالا یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، از سال 90 به این سو 1990، یعنی برای چیزی حدود 30 سال 32 سال گذشته داره این اتفاق میفته. این نرخ بین کشورهایی که خب محدودیت کمتر یا محدودیت بیشتر برای سقط جنین دارن متفاوته، ولی در جهان تعدادش همین حدودی است که بهتون گفتم. بین سالهای 1994 تا 1990 تا 1994 به طور کلی نرخ سقط جنین به استثنای کشورهای مانند چین و هند تقریبا ثابت مونده، و یه جورایی میتونیم بگیم که حتی شاید یه کمکی هم به مرور کمتر شد. مثلا بین سال 2015 تا 19 هم دو مرتبه مقداری سقط جنین رو ما کمتر داشتیم، اما در کشورهایی مثل چین و هند خب اونقدر کم نیست، و حتی توی هند که سقط جنین خیلی هم زیاده، به خاطر اینکه معمولا روش‌های جلوگیری اصلا در هندوستان وجود نداره یا گرون، بیمه ها ناکارآمد، مردم هند تحت پوشش های بیمه درست حسابی نیستن و خیلی اوقات این حاملگی های ناخواسته درشون اتفاق میفته که اینها موجب میشه که برن و سقط جنین های بیشتری داشته باشن در هند این حالته. در چین علتی که سقط جنین وجود داشته میتونیم بگیم به خاطر تعیین جنسیت بچه است. به ویژه در چین مردم برای دهه ها محدودیت تعداد بچه داشتن، یعنی هر خانواده براشون محدودیت یک بچه در نظر گرفته شده بود، و
چون چینی ها خیلی علاقه زیادی داشتن که پسردار باشن، برای اینکه نام به اصطلاح خانوادگیشون رو پسر نگه میداره، خیلی اوقات در چین انتخاب میکردن که بچه های رو بندازن اگر دختر بود، و سقط جنین بیشتر روی جنین دختر انجام می شد. و از این روی هم پس از مدتی، پس از چند دهه، در چین دیدن که تعداد پسرها خیلی بیشتر از دخترها شده، و الان دیگه به اون صورت، خب میدونیم که اون سیاست سخت تک بچگی در چین وجود نداره، و از این رو هم خیلی اوقات مردم دیگه بچه های دختر هم اگه حامله میشن میگن که خب حالا شاید بعدیمون مثلا پسر باشه، و نمیرن به سرعت بچه هاشون رو بندازن. در نتیجه در هند و چین هم یه مقدار کاهش سقط جنین رو داشتیم، اما از بقیه کشورهای جهان کمتر. در برابر توی کشورهایی که سقط جنین رو خیلی خیلی سفت و سخت محدودیت براش ایجاد کردن، به صورت غیرقانونیش رو بیشتر شده میبینیم. مثلا در ایران به خاطر اینکه هم وضعیت اقتصادی خیلی خرابه و هم خب به صورت قانونی در هیچ کدوم از مراکز دولتی یا حتی خصوصی، بیمارستان‌های خصوصی، اینا براتون انجام نمیدن مگر اینکه یا نامه از خب بالاخره پزشک باشه یا از دادگاه باشه، یا اینکه شما پول زیر میزی خیلی کلانی بدید. و از این روی هم که من به نظرم میاد بیشترین عاملش همون فقر گسترده و وضعیت خراب اقتصادی مردمه، و از سوی دیگه ممنوع کردن دولت برای هر گونه دسترسی و دستیابی رایگان یا تحت پوشش بیمه به روش‌های جلوگیری، خب مثلا سقط جنین در ایران چیزی حدود 12% افزایش پیدا کرده، در حالی که اگر روش‌های جلوگیری از بارداری رو در ایران آزاد می‌ذاشتن و رایگان می‌ذاشتن، همون گونه که در پس از انقلاب که یک جمعیت وحشتناکی اضافه شد شروع کردن به کاهش جمعیت و روش‌های گوناگون جلوگیری از بارداری و باربری رو رایگان و مجانی در درمانگاه‌های دولتی و خصوصی به مردم ارائه می‌دادن، اون موقع سقط جنین هم کمتر بود، برای که حاملگی ناخواسته کمتر اتفاق می‌افتاد. از سوی دیگه ما می‌بینیم که در سراسر جهان زمینه‌های دسترسی مردم به هر حال به خدمات بهداشت باروری گسترش پیدا کرده، گسترش داده شده، و کیفیت و ایمنی مراقبت از زنان در طول حاملگی یا در موقعی که سقط جنینی انجام میشه یا پس از سقط جنین یا پس از بالاخره استفاده از وسایل بار جلوگیری از بارداری و امثال هم، چون این امکانات بیشتر شده، وضعیت سلامتی مادران و نوزادانی که به دنیا میان هم بهتر شده، و تعداد افرادی که پس از سقط جنین دچار کامپلیکیشن ها یا عوارض خیلی پیچیده میشن هم کم شده. حالا ما میدونیم که چیزی حدود 90% سقط جنین هایی که در کشورهایی که قوانین سقط جنین در واقع آزاد وجود داره، یعنی اینکه میتونن مردم سقط جنین رو حداقل به هر علتی که هست برن در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی یا خصوصی و تحت نظر پزشک و پرستار و دارو و درمان انجام بدن، خب میبینیم که خیلی ایمنتر شده در کشور تا در کشورهایی که میگم مثل ایران وسایل بارداری نیست، و سقط جنین ها خیلی اوقات در مراکز غیر بهداشتی و غیر در واقع مجهز و غیر به اصطلاح درمانی انجام میشه، مثلا تو خانه ها، توی مثلا مطب های خیلی زیرزمینی یا جاهایی که به صورت غیرقانونی دارن سقط رو انجام میدن. به طور کلی سازمان بهداشت جهانی داره آمار میده که چیزی حدود 5-13% مرگ و میر مادران در سراسر جهان به دلیل عوارض ناشی از سقط جنین ناایمنه، و خیلی اوقات این سقط جنین های ناایمن در کشورهای در حال توسعه روی میده. بنابراین 5-13% کم نیست،
5 تا 13 درصد مرگ و میر مادران در سراسر جهان به خاطر سقط جنین ناایمن داره اتفاق میفته و مخالفت شدیدی به هر حال در دو سوی این جبهه مخالف و موافق سقط جنین در جهان گسترش داره پیدا میکنه. در ایالات متحده ما میدونیم که در سال 2022 در همین چند هفته پیش دادگاه عالی ایالات متحده تصمیم گرفت که قانونی که در 1973 در آمریکا گذاشته شده بود و حق سقط جنین در قانون اساسی برای مردم آمریکا تضمین شده بود رو لغو کردند. از این روی هم خب سقط جنین در ایالت هایی که دموکرات و لیبرال ها هستند مثل کالیفرنیا، نیویورک یا اوریگن یا به اصطلاح ایالت هایی که بهشون میگن ایالت های آبی آزاده و در ایالت هایی که ریپابلیکن ها یا به اصطلاح محافظه کاران هستند مثل همین تگزاس یا مثلا آتلانتا یا مثلا تنسی و بسیاری دیگه از ایالت های میانی آمریکا مثل وایومینگ یا آیداهو یا غیره اینها یا فلوریدا در جنوب درشون سقط جنین الکتیو یا اختیاری یا هر زمانی که دلشون بخواد آزاد نیست و باید حتما بررسی پزشکی انجام بشه آیا جان مادر یا جنین در خطر یا آیا جنین عقب مانده و مشکلداری هست بیماری هست و این سقط جنین تا زیر 12 هفته یعنی زیر 3 ماه برای این ایالت ها هم آزاده. اما موضوع اینه که در ایالت هایی که دموکرات ها هستن حتی دارن میگن نه ما باید تا لحظه که بچه میخواد به دنیا بیاد اجازه سقط جنین رو داشته باشیم. یعنی شما فکر کنید یه بچه 7 ماه 8 ماهی که یه بچه کامله حتی اینا میگن ما اگه دلمون بخواد میتونیم اینو سقط کنیم یا حالا به هر علت بکشیمش یا نخواهیمش و بندازیم بچه رو دور، که این چیزیست که جنبه غیر اخلاقی موضوع رو دست کم داره در آمریکا در ایالت هایی که دموکرات ها هستند پیش میکشه. در سراسر جهان ببینیم جریان قانون سقط جنین چگونه است. ما میدونیم که اکثر کشورهای جهان تحت خیلی از شرایط همون که گفتم سلامتی مادر یا جنین در خطر باشه یا مسائلی از نظر اخلاقی و بیماری و اینها وجود داشته باشه اجازه سقط جنین رو میدن. فقط در جهان 22 کشور، شاید از بالای 150 کشوری که در جهان وجود داره فقط 22 کشور هستن که سقط جنین به طور کلی توشون ممنوعه و اون 22 کشور معمولا کشورهایی هستند که یا بسیار بسیار مذهبی هن یا خیلی اوقات اسلامی سرسخت هن یا خیلی از اوقات به اصطلاح مردم از فرهنگی این موضوع رو دوست ندارن و این رو یک جور بیبندوباری اجتماعی میدونن که به جایی که شما جلوی حاملگیتون رو بگیرید حاملگی ناخواستتون رو میخواید با سقط جنین به طور کاملا غیر مسئولانه مثلا پایان بدید. اما به طور کلی آن چیزی که این موضوع رو انقدر در دنیای امروز سیاسی کرده این بازی های حقوق بشر و فمینیستی در جهان هست، به این صورت که یک عده آمدن و اصلا در این جبهه های فمینیست و حقوق بشری و لیبرال بازی های گوناگونی که در سرسر جهان داریم در گروه های مختلف میبینیم این آمدن میگن که اصلا کی گفته که حاملگی وظیفه زنه و کی گفته که زن نباید بتونه هر موقع که دلش میخواد بچه رو از بین ببره و اصلا این حاملگی یک یوغ بردگیست در گردن زن. یعنی اینا دیگه در اندازه‌ای آشور شده و گندش رو در آوردن که واقعا دیگه یه چیزی که میلیاردها سال بشر رو کره زمین داره زندگی میکنه، حالا هر چقدر سال که هست و میلیاردها سال همه جانداران روی کره زمین دارن تولید مثل میکنن از گیاهان تا حیوانات بسا جانوران تا انسانها و دیگه این موضوع اصلا برای کسی تا امروز تا قرن 21 و 21 این موضوع پاتولوژی یا موضوع
اشتباه یا موضوع بردگی یا موضوع حقارت یا موضوع زیر پا گذاشتن حقوق زن در هیچ جای جهان نبوده و این موضوع یک موضوع کاملا طبیعیه، همون گونه که بدن مرد یک جوری از نظر فیزیکی تربیه شده، بدن زنم برای زاد و ولد و تولید مثل این گونه تربیه شده و برای اینکه از آن جایی که انسان هم بخش قابل ملاحظه و بزرگی از تمام این چرخه هستی است، بالاخره انسان ها باید یک جوری تولید مثل کنن و این یک بازی خیلی غیر منطقی و خیلی سطحی و خیلی میشه گفت حد بسیاری احمقانه و خیلی بازی زشتی است که راه انداختن که به زن این حس رو بدن که اگر شما دارید حامله میشید یا اگه قرار شما موجودی باشید که بچه دار شدن باید به عهدتون باشه، پس داره حقوقتون زیر پا گذاشته میشه، پس شما دارن بهتون با تحقیر نگاه میکنن، پس داره تو سرتون میخوره و از فردا هیچ زنی دیگه نباید بچه دار شه، بیاین برید همه مثلا بچه‌هاتون رو بذارین تو رحم مصنوعی تو آزمایشگاه مثلا، یا چرا مثلا نکاریم توی شکم مردا، این بچه ها در شکم مردا مثلا بزرگ شن، زیر پوست شکم آقایون چرا این بچه مثلا بزرگ. و از این بازی هایی که بسیار بسیار جنبه های غیر اتیکال، غیر اخلاقی، غیر منطقی و خیلی زشت و بیشتر از حد مورد نیاز جنسیت ها رو دائم مطرح کردنه که اصلا نیازی نیست. در تمام جهان در میلیون ها و میلیون ها سال بشر به دنیا آمده، زندگی کرده، ازدواج کرده، بچه دار شده، بچه هاش بزرگ شدن، ازدواج کردن، اونا بچه دار شدن، یک روزی هم انسان میفته و میمیره و هیچ جای این چرخه در سراسر زندگی انسان ها غیر عادی و تحقیرآمیز، توهین آمیز به زن یا توهین آمیز به مرد یا نمیدونم زیر پا گذاشتن حقوق بشر و از این بازی ها نبوده. اینا یه مقدار از بازی هاییست که گلوبالیزم دنبالش هست و چرا دنبالش هست؟ به همون دلیلی که دنبال بازی های چند جنسیتی هست. بله ما نمیدونم ترانس داریم، بای داریم، گی داریم، لزبیان داریم، نمیدونم اینو داریم، اونو داریم، ما جنسیت های گوناگون داریم. اون بازی که داره در میاد برای این که افراد رو میبینید روز به روز تمایلشون رو کمتر بکنه به جنس مخالف و به ازدواج و به خانواده تشکیل دادن و به زندگی اخلاقی یا اتیکال و با پرینسیپل یا اصول زندگی کردن رو میخوان ببرن زیر سوال. و همون جوری که میبینید در کشوری مثل ژاپن که رشد جمعیتش خیلی معقول بود حتی تا 30 سال پیش، امروزه نه تنها دچار توقف رشد جمعیت بلکه دچار رشد منفی شده و تقریبا در 3 دهه گذشته 30 میلیون نفر از جمعیت کشور ژاپن کاسته شده. حالا کشور ژاپن به خاطر اینکه کشور کوچکی بوده و همش هم کوهستان و سنگلاخ بوده، کشاورزی کافی نداشته، از سوی منابع نفت و گاز و نمیدونم طلا و اورانیوم و غیره نداشته، یک جزایر فقط زلزله خیز و به اصطلاح آتش فشانی داشته، خب برای کشور ژاپن 150 میلیون نفر خیلی زیاد بوده در وسعت کمی که داشته و شاید اگر مثلا جمعیت ژاپن برسه به 70-80 میلیون، خب مردمش مسلما 2 برابر بهتر زندگی میکنن و یک چیز معقول و همه در خونه های خیلی بزرگتر و امکانات بهتر و لازم نیستش که انقدر شبانه روز مثلا 12 ساعت و 14 ساعت اونجوری که در تمام دهه های گذشته ژاپنیا کار میکردن لازم نیست کار بکنم. اما این به این معنی نیست که اگر شما این بازی ها رو آغاز بکنید بعد از اینکه جمعیت خیلی از کشورها هم کم بشه این بازی ها متوقف بشه، برای اینکه شما ذهنیت مردم جهان رو به طور کلی به هم می‌ریزید و به مردم قبولاندید که از این پس اصلا معنی نمیده شما ازدواج کنید و بچه داشته باشید و خانواده داشته باشید و اینها. حالا بعد از اینکه جمعیت مثلا کشور ژاپن که الان 120 میلیون 30 میلیون جمعیت اومده پایین، حالا به فرض که مثلا در 20 سال آینده جمعیت این کشور برسه به 80 میلیون 90 میلیون و 30 میلیون دیگه هم کم بشه، آیا اون نسل‌های بعدی
که اینقدر شما با روانشون بازی کردید و همه رو اومدید سوق دادید به سوی ازدواج نکردن و هموسکشوالیتی و نمیدونم هی افراد گی و لزبیان رو شما دارید پروموت میکنید، تبلیغ میکنید در جهان، این سیستم رو برای مردم جا میندازید، بعد تکلیف چیه؟ و چون گلوبالیست ها دنبال این هستند که کنترل کامل به جهان داشته باشند، به همه چیز مردم دارن کنترل میکنن. همون گونه که یادتون باشه بازی واکسیناسیون که در اومده بود، خیلی از کشورها آمدن و به اجبار دولت ها قانون گذاشتن یا باید واکسن بزنید یا از فردا مدرسه نمیتونید بشید، سوار هواپیما نمیتونید بشید، سوار نمیدونم مینیبوس و اتوبوس نمیتونید بشید، نمیتونید زندگی بکنید، این کارو بهتون اجازه نمیدیم، اون کارو بهتون اجازه نمیدیم بکنید، و یک جورهایی به زور داشتن برای مردم تصمیم میگرفتن. و بعد دیدین که مردم اومدن اعتراض ها و تظاهرات گوناگون کردن که آقا این بدن خودمونه. چطور اون موقعی که مردم نمیخواستن زیر بار واکسن برن، به خاطر فروش بیشتر کمپانی های داروسازی، گلوبالیست ها ترغیب و تشویق و اجبار مردم رو میکردن به واکسن زدن، که چند تریلیون دلار در جهان سود واکسیناسیون رفت تو جیب کمپانی های داروسازی. اما حالا در مورد سقط جنین که میرسه، اون موقع به مردم اجازه نمیدادید بگن این بدن ماست، میخوایم واکسن بزنیم نمیخوایم نزنیم، اون موقع میخواستین اجباریش کنیم. ولی الان موضوع سقط جنین که میرسه، یک عده ای رو از همین فمینیست ها و لیبرال ها رو پروموت میکنین و پول میدین و براشون تظاهرات را میندازین که بیان بگن این بدن ماست و حقش رو خودمون داریم و ما میخوایم سقط جنین انجام بدیم، به شما چه؟ پس چرا وقتی مردم میگفتن ما واکسن نمیزنیم میگفتیم نه خیر به ما مربوطه؟ برای چی؟ برای اینکه باید این کمپانی های داروسازی میلیارد تا میلیارد دلار واکسن میفروختن به مردم جهان. ولی از این سو یک عده میتونن بیان بگن نه این بدن خودمونه، به شما هیچ ربطی نداره، ما میخوام بچه‌مون رو تا 9 ماهگی هم سخت کنیم، بعدم شما اینا رو تبلیغ و تشویق میکنید. این اون بازی های زشتی است که پشت قوانین مختلفی که گلوبالیستا دارن توی کشورهای مختلف میگذرونن یا رد میکنن یا کنار میزنن یا تظاهراتی که را میزنن یا مدیایی که در اختیار میگیرن، شبکه های اجتماعی برای شستشوی مغزهای مردم، بازی هاییست که دارن با مردم جهان میکنن که همش هم یه بوم و ده هواست. هر جا منافع خودشونه، بدن خودمونه، ما میخوایم تصمیم بگیریم، هر جا منافعشون نیست نه بی خود میکنیم بدن خودتونه، حق ندارین تصمیم، باید الاولیلا واکسنی که ما میگیم رو بزنین، باید الاولیلا این کمپانی های ما فروش بکنن و بالاخره مارکتینگ و بازاریابیمون هر جوری اجازه بده. جالبه که اینو بدونیم که در واقع توی کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 در قاهره 179 دولت در جهان برنامه‌ای رو امضا کردن، در واقع قراردادی رو امضا کردن که تعهد می‌دادن برای جلوگیری از سقط جنین ناایمن در سال 1994. یعنی میگفتن که ما باید یه کاری بکنیم که سقط جنین ناایمن از بین بره، سقط جنین ها ایمن بشه و در واقع دستورهای فنی و سیاست هایی هم براش تدوین کردن که مثلا سقط جنین برای محافظت از سلامت زن یا برای بچه اگر لازم باشه باید حتما انجام بشه و باید اینها در جاهای خیلی ایمن و مراکز بهداشتی انجام بشه که میزان مرگ و میر زنان بیاد پایین. و از سوی دیگه حالا ببینید سال 94 داشتن این کارو میکردن. بعد به گفته صندوق جمعیت سازمان ملل، پرداختن در واقع به نیاز برآورده نشده برای تنظیم خانواده در واقع به طور قابل توجهی، به میزان قابل توجهی مرگ و میر میاره پایین. یعنی این که روش های کنترل بارداری رو در اختیار مردم اگه بذاریم مرگ و میر میاد پایین. بنابراین اینها اون سیستمی بود که در سال 1994 تا سال 2003 هم اینا انجام می شد. اما یک مرتبه پس از سال 2003 38 کشور جهان قوانین سخت رو عوض کردن
و به جز مثلا نیکاراگوئه تمام این کشورها آمدن گفتن که زمینه قانونی دسترسی زنان به خدمات سقط جنین باید گسترش پیدا کنه و به ویژه از سال 2020 آرژانتین و تایلند در واقع سقط جنین رو میتونیم بگیم که قانونی کردن برای موارد مدیکال پزشکی. مکزیک مانند کره جنوبی سقط جنین رو غیر قانونی کرده و در واقع نیوزیلند هم همینطور. از چه نظر؟ از این نظر که اینها جمعیتشون در حال کم شدن بود و بر روی به مردم میگفتن اگه میخواین بچه دار نشین، برای اینکه هم هزینه دولت کاهش پیدا کنه هم خودتون آسیب کمتر ببینید، از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده کنین ولی سقط جنین برای کنترل جمعیت استفاده نکنین. ولی اخیراً این موج‌های سبز یا به اصطلاح این سازمان‌هایی که شما می‌بینید که در غرب را افتادن، یک چیزی هست که شروع کردن در واقع به ترویج سقط در جهان، نه فقط برای مراحل و مواقع پزشکی یا مواردی که مادر یا جنین در خطرن یا بیمارن یا میخواین از مثلا تولد یک بچه عقب مونده یا بیمار از نظر فیزیکی معلول یا هر چیزی جلوگیری بکنید، فقط به خاطر این نه، ولی به نظر میرسه که شروع کردن به این که اصلا کی گفته که ما باید سقط جنین رو ممنوع بکنیم. و خب این موج سبز در کشورهای غربی، یعنی جایی که گلوبالیست ها بیشتر توش نفوذ دارن دیده میشه. حتی در روسیه ما میدونیم خب کشورهای کمونیستی ایتئیستن یا یه مقداری چیزای ریلیجنشون مذهبیشون کمتره، ضعیفتره. مشکل در این کشورهای به اصطلاح اروپای شرقی و روسیه اصلا قضیه مذهبی نیست و سقط جنین هم محدودیت براش اونجوری نیست. اما به هر حال در حتی کشورهایی که ایتئیست‌ترن یا مذهبی نیستند هم سقط جنین قوانینی داره، یعنی اینجوری نیست که همه چی شما بردارید و بگید حالا مثلا در کشورهای مذهبی این قوانین بیشتر است، در کشورهای غیر مذهبی مثلا روسیه یا کشور اروپای شرقی یا کشورهای که حتی ایتئیستن و خدا ناباورن و هر چی، ما همه مدل مثلا سقط جنینی آزاده. چنین چیزی نیست و ما اون چیزی که در کل جهان داریم میبینیم اخلاقیات در همه جای جهان، کشورهایی که با پرنسیپ های اخلاقی با الگوهای اخلاقی زندگی میکنن، به هیچ روی افراط و تفریط رو نمیپسندن. اصلا هم موضوع حقوق زن رو زیر پا گذاشتن، حقوق بچه یا حقوق سقط نمیدونم ایمن و سقط ناایمن و این حرفا نیست، بلکه اینها اعتقاد دارن که شما بی دلیل نباید جان انسانی رو بگیری، به ویژه پس از 3 ماه اول که یک جنین کاملا تشکیل شده، تمام بدنش و همه اجزای بدنش، مغزش و به صورت کاملا یک انسان کامل هست و میتونه از توش یک بچه خیلی خوب و نابغه هم در بیاد، رو ما بیایم این آدم رو بکشیم. و برای خیلی از مردم جهان این موضوع هیچ فرقی با قتل نداره، فقط قتل ما به کسی میگیم که اومده و رو دوتا پاش داره تو کره زمین را میره، این بچه هنوز نیومده رو دوتا پاش را بره، ولی این هم کشتن، اون هم کشتن. و از نظر اخلاقی برای خیلی از کشورهای جهان این موضوع مشکل اخلاقی داره، حالا سوای اون که آزار و آسیب روحی و جسمی که یک زن در سر سقط‌های مکرر میتونه ببینه و اگر کسی به خاطر اینکه زایمان ناخواسته رو جلوش بگیره بیاد مرتب از سقط استفاده بکنه، خب ممکنه یک زن 5 بار در زندگیش اگه جلوگیری نکنه حاملگی های گوناگون ناخواسته داشته باشه. نمیتونه یه آدم همجوری راست بره و بیاد هی بره تو اتاق عمل با یه سقط جنین حاملگی ناخواسته رو پایان بده، دوباره سال دیگه یا 2 سال دیگه یا حاملگی دیگه اتفاق افتاد دوباره بره تو اتاق عمل دوباره سقط انجام بده. و اینها یه مقدار مسائل رو خیلی غیر اخلاقی
واقعا نشون میده سقط جنین رو، و اصلا هیچ ربطی الزاما میگم به مذهب یا اینکه بگیم اینا مثلا چون خیلی نمیدونم احساس گناهه یا فلان، نه این حرفام الزاما نیست. حتی در کشورهایی که میگم خدا باور هم نیستن ولی بر اساس اصول اخلاقی و اتیک و به اصطلاح عرف در یک جهان به اصطلاح متعادل میخوان زندگی کنن، اینها رو نمیپذیرن. در یک سری از کشورها مثل هندوراس در آمریکای جنوب، آمریکای مرکزی، خب ما میدونیم چون خیلی خیلی اینها کاتولیکای یا به اصطلاح مسیحیان خیلی معتقدی هستند، کلا ممنوع خیلی خیلی سخته. و از کشورهای اروپایی در لهستان که خب میدونیم که تقریبا 100% جمعیت لهستان مسیحی کاتولیک هستند و سقط جنین رو به هیچ عنوان نمیپذیرن. حالا حتما در اون کشورها هم تحت شرایط خاص نامه میتونن بگیرن و برن و سقط جنین رو اگه الزام داره مادر رو جانش رو به خطر میزه یا بچه رو، یا بچه ای که عقب مونده و معلول و مشکل دار و به دنیا بیاد هزاران برابر خرج و ناراحتی روحی و جسمی هم برای خودش هم برای پدر و مادرش و دولت داره، انجام میشه. ولی در یک کشورهایی که مثلا دارم میگم خیلی کاتولیک هستن، اینا از نظر مذهبی با این موضوع به کل مشکل دارن و قانون اساسی لهستان میگه که در واقع سخت یکی از سختگیرانه ترین قوانین رو داره که مطلقا به جز موردهای پزشکی و در واقع الزام و نامه دادگاه خب یا مرکز درمانی پزشک یا هر چیز نمیتونین سقط رو انجام بدین. جالبه که قانون لهستان سقط جنین رو، اینو بدونیم، حتی هندوراس همینطوره، یعنی اینو میخوام بهتون بگم، بازی هایی که گلوبالیست ها میکنن جوری میخوان نشون بدن که کشورهایی که سخت گیران است قوانینشون در باره سقط جنین، اینا کشورهای عقب مانده و زیر پا گذارنده حقوق بشر و زیر پا گذارنده حقوق زنان و به زنان به لکه انگ چسبان و توی سر زن زدن و حقارت ایجاد کردن و این حرفا رو میخوان بازی دارن. در حالی که ما بهتون گفتم حتی در خود لهستان، در خود هندوراس، در موارد تجاوز جنسی و در موارد تجاوز توسط محارم یا به اصطلاح همین که ما بهش میگیم زنای با محارم و حاملگی هایی که تهدید کننده زندگی مادر یا جنین هستن، اجازه سقط قانونی بهشون داده میشه. ولی اگر که دولت تشخیص بده یک پزشکی بدون دلیل قانع کننده و کافی و قانونی سقط جنین انجام داده، خب اون پزشک رو مجازات حتی زندان هم براش میذاره. اما من یک نکته جالبی رو در مورد قانونهای آمریکا بهتون بگم. در آمریکا تا پیش از 1800 و یعنی تا پیش از قرن 19 ما قانون منع سقط نداشتیم، برای که کلن مردم آمریکا خیلی مردم باورمند مذهبی بودند، خیلی کلیسا برو بودند و خیلی بد میدونستند که جنینی رو بکشن به خاطر مثلا میگم حالا یه حاملگی ناخواسته و این حرفا، و برای همین قانونی وجود نداشت، چون سختی هم نمی‌دیدین در حد زیاد و گسترده‌ای که به صورت مشکل یک ملت در بیاد یا مشکل یک دولت در بیاد انجام نمی‌شد. برای همین هم نیازی نبود که قوانین خاصی برای حفاظت یا برای بر علیه سخت انجام بشه. اما پس از در واقع بین 1900 تا 1960 هم باز ما با اینکه قوانین اندکی در آمریکا وجود داشت که سقط و ممنوع می کرد و باز در موارد پزشکی و مورد نیاز اجازه سقط می داد، ولی باز ما جنبش یا مخالفت برای جلوگیری از سقط نمی دیدیم در آمریکا تا رسید به دهه 60. دهه 60 دهه‌ای است که جهان رو گلوبالیستا شروع کردن به دگرگون کردن و در واقع کیاس یا هرج و مرج زیر رو کردن جهان.
همون دهه است که جنبش های هیپیگری را افتاد و جنبش های آزادی های بی حد و حصر، مرام های اشتراکی، هممون با هم پولامونو بذاریم وسط، هممون با هم از یه پول خرج کنیم، هر کی کار میکنه مهم نیست، بعضیا کار بکنن بعضیا کار نکنن، خرج همدیگه رو بدیم، یا نمیدونم ازدواج نکنیم، هر کی دلش میخواد از هر کی بره تو کوچه و خیابون بچه دار بشه، بچه پدر خواستنش تو باشه، معلوم نباشه کی به کیه. و این بازی ها و به ویژه که همون دهه 60 بود که آغاز توجه نشون دادن به ترانسکشوال ها یا آغازی بود بر اینکه پروموت کنن یا تبلیغ کنن ازدواج های همجنسگرایی رو و افرادی که با ظاهرهایی که معلوم نیست زنن یا مردن در خیابان و کوچه یواش یواش شروع کردن در مراکز خاص ظاهر کردن و گسترش ماریجوانا و الستی و قرصهای روانگردان برای اینکه دامن بزنه به هرج و مرج و بیبندوباری در آمریکا و مغز مردم رو دچار تخدیش، تخدیر و تشویش و به اصطلاح به هم ریختگی بکنن و جنبش های این گونه را افتاد. در دهه 60 جنبش ها در بعضی از ایالت ها موجب شد که قوانین رو شروع کنن به عوض کردن. به عنوان مثال آمدن در ایالت‌های مثل مثلا کلرادو که اولین ایالتی بود که قانونش رو اصلاح کرد برای اینکه اجازه سقط جنین بده و سقط جنین رو آزاد بکنه و پشت کلرادو، کالیفرنیا و بعدش نیویورک، دقیقاً ایالت‌هایی که ایالت‌های آبی یا دموکرات هستند و به اصطلاح آمدن گفتن ما باید قانون سقط جنین رو اصلاح کنیم و جنبش‌های سیاسی مدرن سقط جنینی را افتاد که یعنی نه ما میخوایم سقط کنیم و این کار بکنیم و کار بکنیم و قوانین رو شروع کردن در بعضی از ایالت های آبی تغییر دادن و جنبش های فمینیستی نوپا که در اواخر دهه 60 ایجاد شده بود استدلال کردن که زنان نمیتونن شهروند کامل باشن مگر اینکه بتونن تولید مثلشون رو کنترل بکنن. و ببینید اصلا چه ربطی داره، شهروند زن نمیتونه شهروند درجه یک باشه. چرا؟ چون نمیتونه به اصطلاح تولید مثل رو کنترل کنه. این چه حرفی، چه ربطی داره این موضوع به هم؟ ولی ببینید برای اینکه ذهن مردم رو به هم بریزن چگونه می اومدن با این بازی های گوناگون، لفاظی های گوناگون، بازی های کلامی گوناگون، چیزایی که اصلا به هم هیچ ربطی هم نداشت رو به هم ربط می دادن و می گفتن که نه، به زنان اگر که نتونن سخت رو آزادانه داشته باشن پس زنان شهروند درجه دو هستن، بهشون نگاه از بالا به پایین شده و تحقیرشون کردن. بانو افسانه اگر که صحبتی یا پرسشی دارید میتونید بفرمایید، وگرنه که من ادامه میدم. بانو آرتمیس، اینجا یه سوال پیش میاد. ببینید خامنه ای هم جمهوری اسلامی پوتین، هم خود شخص خامنه ای هم این برای خود من سوال پیش اومده که شروع کرد به این بیانیه که داد که فرزند آوری کنید در اونم در کشوری مثل ایران که شدیداً از اقتصادی سیاسی و از هر نظر که بخواییم در نظر بگیریم در بحران هستش. این مسئله تو ایران آیا متفاوته تو جهان سوم؟ تو افغانستان هم می‌بینیم که هر خانواده 5-6 تا بچه داره و بدون اینکه حالا قانونی هم داشته باشن برای سقط جنین و اینا. آیا شامل کشورهای خاورمیانه و جهان سومی هم میشه این قضا یا این بازی ها یا نه فقط مخصوص غرب و امریکا هست؟ چون میدونیم که توی ایران اساسا فرزند آوری با توجه به شرایط اقتصادی که الان داریم بسیار وحشتناکه و توان بزرگ کردن از مالی برای خانواده در ایران تقریبا باید بگیم که صفر وجود نداره. بله وجود نداره و صفر در واقع، چون میدونیم که هزینه های از شیر و خشک بگیر تا هزینه زایمان برای یک زن و برای خانواده حالا و الی آخر. من تو می‌خواستم این آیا این طرح خامنه ای چقدر میتونه در ارتباط باشه با این قضايا در ایران؟ درسته، بفهم.
و اینکه اصلا خب اگر زنها قرار فکر میکنم کلا دارن جایگاه ها رو عوض میکنن، اگر یک زن خب سیستم بدن یک زن به شکلیه که حالا دارای رحمه میتونه باردار بشه و خب مردم که اصلا فیزیکش فرق میکنه، این آخر این جنبش ها به کجا ختم خواهد شد؟ آیا کلا روزی میرسه که زنا رو وادار کنن که ما حالا به خاطر اینکه هم شکل با مردها بشیم، حالا ممکنه که اصلا فیزیک زنا رو هم اینا بخوان دچار تغییر بکنن، همونطوری که میبینیم فمینیست ها با اشکال مختلف با شکل هایی که واقعا آدم چندشاور هم هستش اکثرا ظاهر میشن و بعضی ها هم سینه هاشون رو میبرن، این جنبش ها و این بازی ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟ کاملا درست گفتین، خیلی نکته مهمیه. ببینین در ایران اصلا موضوعات هیچ ربطی به کار پژوهشی و آنچه که واقعا به عنوان اویدنس بیس یا پژوهش محور یا به اصطلاح که میگن دانش بنیان انجام نمیگیره. در ایران چه آن زمانی که انقلاب شد ما جمعیت کشورمون 35 میلیون بود، بعد امثال اون قرائتی و اگه یادتون باشه امثال اون قرائتی و اینها میمدن در تلویزیون میگفتن بچه نعمته و هر آن کس که دندان دهد نان دهد، حالا هممون باید سرباز امام حسین بیاریم و همه به دوچار زاد و ولد بیرویه شدن و هر کس، من شخصا یادم میاد همه خانواده هایی که می دیدیم، حتی همه نه ولی خب خیلی ها، مثلا در پیش از انقلاب یا آغاز انقلاب مثلا یه دونه دو تا بچه داشتن، یک مرتبه بعد از انقلاب یه نفر یکی دو تا سه تا بچه دیگه هم به بچه‌هاشون اضافه شد و جمعیت دچار یک انفجاری شد در ایران و بعد دیدین که چه مشکلاتی پیش اومد که مدرسه بنز کافی نبود، بیمارستان بنز کافی نبود، هم کشور تو جنگ بود، دسته دسته مجروح و نمیدونم زخمی و کشته و تکه پاره جبهه ها می آوردن، هم شهرها در حال بمباران شدن بود، کلی آدم لتوپار اینور اونور ایران اگر که خاطرتون باشه در اون دوران جنگ چه درهم برهمی و هرج و مرجی در ایران بود. حالا شما فکر کنین تو این هیری ویری مردم هم میگفتن باید بچه بیارین و روش های جلوگیری هم که اصلا وجود نداشت تا سالها، یعنی نه در ایران اصلا مثلا آیودی وارد میشد چون چیزا رو بالاخره باید دولت ها وارد بکنن، سیستم بهداشت و درمان متولی این مسائل هست، نه این چیزا وارد میشد، نه قرص ها تولید میشد، قرص ها موقع هنوز خارجی بود، ایرانیشو هنوز نساخت بودن، بعدم که ایرانیشو ساختن در تعداد کم بود و بیمه ها کاور نمیکرد، یک بساطی بود و خیلی من یادم میاد که بعد از انقلاب به خاطر درد اختیار نبودن شیوه های جلوگیری اصلا بارداری های ناخواسته ایجاد کردن و چون هیچ جام موقع سخت انجام نمیدادن، خب همه بچه ها زایمان شدن به دنیا آمدن و این انفجار جمعیت موجب شده بود که مدرسه های ماها همه سه شیفته و دو شیفته و هر کلاس 40 نفر 50 نفر تو مدرسه ها، من فکر کنم شما هم شامل اون مدرسه بالاخره ما هم بعد انقلاب مدرسه رفتیم و یادمون میاد که مثلا ما شده بودیم شیفت، من از اول انقلاب همش یادم میاد مدرسه شده بود دو شیفته و مثلا یه شیفت صبح میرفتیم میشه، در حالی که پیش از انقلاب اصلا مدرسه بنزه کافی بود و بچه ها همه تو همه مدرسه ابتدایی 20 تا 30 تا تو هر کلاس بچه میشست و یه دونه شیفت هم مدرسه میرفتیم، ولی بعد از انقلاب اینها بدون اینکه هیچ نوع کار علمی و میگم دانش بنیانی بکنن، فقط برای اینکه امکاناتی رو کم داشتن و در اختیار مردم بنز کافی نمیذاشتن و کشور اصلا تو هرج و مرج آخون جماعت که کشور اداره بکن نبود، برنامه ریز نبود، دانشمند و دانا و خردمند و نمیدونم کارشناس نبود، همینجور روز اول یکی اومدن گفتن بچه بیارین چون اینا دارن کشته میشن، نمیدونستن هم اینا جنگ چقدر طول میکشه، حالا باید سرباز امام زمان داشته باشیم، باید همینجوری بچه بیارین که اینا که کشته میشن و کار به جای رسیده بود اگه یادتون باشه، میرفتن مثل که تو مدرسه ها مدرسه پسرونه بچه ها رو از مدرسه راهنمایی شروع میکردن، شستشو مغزی دادن گول میزدن، از همون مدرسه با اتوبوس هم داشتن مردم بردن جبهه که بچه های مردم بردن رو بمب و مین و اینا، چقدر بچه ها رو به عنوان بچه های مردم زیر 18 ساله ها رو چقدر استفاده کردن به عنوان گوسفند روی مین،
برای اینکه برن زمین های مینو خونسا بکنن، گله گله ایرانی رو بچه های سرزمین رو به کشتن دادن. بعد که اون مشکلات ایجاد شد و نون نبود و آب نبود و گاز نبود و برق نبود و هیچی دیگه تو امکانات تو این کشور نبود، تازه اینا به فکر افتادن که ما باید بیم جمعیت رو کنترل کنیم، داره جمعیت از دست در میره، که جمعیت دو برابر شد یک مرتبه، شاید توی یک دهه جمعیت کشور دو برابر شد یک مرتبه. و بعد اونا تازه فهمیدن که باید برن جلوگیری رو بیارن، و بعد اومدن یکی از بهترین طرحهایی که اون زمان در جهان ایجاد شد طرح بهورز بود، برای که اینقدر که ما بالاخره پزشک و پرستار و ماما نداشتیم در همه روستاهای دورافتاده ایران بفرستیم برای گسترش روش‌های پیشگیری از بارداری و به اصطلاح کنترل خانواده، و برای همین اومدن یک سری از بچه‌ها و زن دختران و پسران روستایی رو از مقطع راهنمایی گرفتن و شروع کردن به اینا آموزش بهورزی، بهیاری دادن، به اینا گفتن بهورز، یعنی افراد زیر دیپلم بودن و اینها یه مقدار آموزش دیدن برای که برن تو روستاهای دورافتاده و روش‌های پیشگیری بارداری رو گسترش بدن، آموزش بدن به مردم. و این بهترین شیوه کنترل جمعیت شد در ایران، که جمعیتی که رشدش رفته و رسید به 3.25 فاجعه بود، یک مرتبه اومد روی 2. و بعد این روش، چون روش پیشگیری از بارداری را مجانی کردن، تمام به اصطلاح درمانگاه ها و بیمارستان های دولتی به طور رایگان به مردم انواع اقسام قرص و آیودی و روش های گوناگون پیشگیری رو میدادن، به مرور جمعیت رو خیلی قشنگ تونستن کنترل کنن. حالا این سری که دوباره دارن شروع میکنن به این که باز بریم بچه بیاریم بچه بیاریم، این بار دیگه مثل اول انقلاب نیستش که به خاطر نداشتن نظر کارشناسانه همینجوری سرباز امام زمان بیاری. الان حکومت ایران میدونه که مردم شروع کردن به فکر کردن، مردم شروع میکنن به اعتراض کردن، مردم ترسشون از حکومت ریخته، مردم چیزی ندارن دیگه برای از دست دادن، و کف خیابون جوون ایرانی میاد و فوش میده، به اصطلاح خیزش مردمی میکنه به حکومت، به همه این سیستم داره در واقع بد و بیراه میگه و خواستار بازگشت حکومت پیشین پادشاهی به ایران در واقع. از این روی حکومت تصمیم گرفته که ما چه کار کنیم که سر مردم گیر مشکلات خودشون باشه، و از اونجایی که دیدن فقر یکی از بهترین چیزهاییست که مردم رو تا خرخنه نگه میداره تو مشکلات فردی خودشون، ما موقعی که مجبور باشین 4 جا یه زن و شوهر برن کار بکنن که فقط بتونن اجاره خونه بدن و مثلا یه دونه بچهشون رو نون بدن، اینا میگن اگر که یه بچه دیگه به این خانواده اضافه بشه مشکلات ده برابر میشه، و بعد مردم دیگه فرصت سرخاروندن ندارن. این سری دوم که جمهوری اسلامی داره مردم رو تشویق میکنه به بچه آوردن، نه به خاطر اینه که الان ما خیلی الان جمعیت کشور در حال انقراض اینا نگرانن، نه، جمعیتی که هنوز داره توش ازدواج انجام میشه، هنوز دارن بچه میارن و هنوز جمعیت رو به افزایش هست، 82 بین 83 تا 85 میلیون الان ایران جمعیت داره. بنابراین نه این کشور در خطر انقراض، نه در خطر کاهش جمعیت، نه در خطر نمیدونم مثلا نداشتن هیچ نوع نسل جوان. شما این همه جوان مردم رو دارین 4000 تا تو خیابونا شلیک میکنین تو مغزشون، شما الان نگران پیر شدن جمعیت، این چرا جووناشو دارین از بین میبرین؟ بنابراین اینا هیچ کدوم اینا نیست، به غیر از این که میخوان مردم رو قوطی بگیرو بشون و بدن دست مردم و فقر بیشتر ایجاد بشه، دست و پای مردم بره تو پوست گردوی بچه و مشکلات دیگه غافل بشن از ریختن کف خیابون و اعتراض و خیزش و گیر افتادن دست و پای مردم به مسائل بچه و فرزندآوری و نون و آب و نمیدونم شیر خشک و پمپرز بچه. بنابراین این الان برنامه ایران فرق میکنه با بقیه برنامه هایی که گلوبالیست ها دنبالش هستن. گلوبالیست ها به طور کلی میخوان کنترل جهان رو به دست بگیرن، و کنترل جهان برای اونا مفهومش یکیش هم کنترل جمعیت جهانه، برای اینکه میخوان در سالهای آینده ازدواج ها کم بشه و تعداد افرادی که الان داره اضافه میشه برای جهان کم بشه، ولی این فقط مسئله شون کم کردن جمعیت جهان نیست،
منیپولیشن یا بازی هایی است که با روان مردم میکنن و میخوان پرینسیپ زندگی رو در کل جهان عوض بکنن. برای اینکه ما در تمام تاریخ بشر هیچ کس در هیچ مقطعی نمیتونه بگه در هیچ کشوری در جهان، مثلا در یک کشور خاصی در جهان، هیچ وقت همجنسگرایی وجود نداشته. در همه تاریخ بشر افرادی بودن که با یک مسائل مدل خاص فیزیکی ممکن بوده به دنیا بیان، یا در جاهای مختلف به خاطر سوء استفاده هایی که از بچه ها میشده، خرید و فروش هایی که به خاطر مسائل فقر فاقه بچه هاشون و مردم میفروختن. اگه یادتون باشه مثلا در سریال اوشین رو مثلا خانوادهش به خاطر که بچه های زیاد داشتن، به خاطر یک گونی برنج، به قیمت یک گونی برنج بچه هاشون رو فروختن برای کلفتی در یک خانواده دیگه ای که بره اونجا بچه اونا رو نگه داره و کلفتی و اینا بکنه. به این علت ها و به هزاران علت همیشه در جهان افرادی بودن که همجنسگرا بودن، افرادی بودن که بالاخره این مسائل بوده. اما چه جوریه که یک مرتبه الان شده مسئله روز جهان؟ انگار که الان مردم همه زندگیشون رو باید بذارن کنار، بیان به مسائل سکشوالیتیشون برسن. آقا شما دختری یا پسری، شما زنی یا مردی، شما ترنسی، گی یا لزبیانی، یا بچه 6 ساله بهش یاد بدیم و نمیدونم بریم قانون تصویب بکنیم حموما و نمیدونم رختکنا و توالت ها مختلط بشه و که چی، که به یه عده مثلا گی یا لزبیان بر نخوره اگه نمیدونن چه جنسیتی دارن. حالا کلا چند نفر دنیا وجود دارن که خودشون تکلیفشون با جنسیتشون معلوم نیست، نمیدونن باید برن توالت زنونه یا مردونه. ما بیایم برای میلیون ها و میلیارد ها آدم در سر جهان توالت ها رو مخلوط کنیم و نمیدونم رختکن ها رو مخلوط کنیم که به یه 4/4 آدم بر نخوره. بنابراین اینا بازیه. وقتی شما می‌بینید اینقدر توجه های غیر عادی داره به یک سری مسائل مثل سقط جنین، حالا تمام جهان در تمام تاریخ داشته سقط جنین انجام می‌شده، در 90% کشورهای دنیا، شاید هم خیلی بیشتر، در تقریبا همه کشورهای جهان سقط جنین قانونی وجود داره، برای مواردی که میگم مثل تجاوز باشه یا مثلا همون زنای با محارم باشه یا مثلا مشکل جدی فیزیکی مادر یا مشکل فیزیکی و ذهنی بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد باشه یا موارد گوناگون دیگری که در جهان وجود داره، براش در همه جای جهان به طور قانونی هم پزشک نامه میده هم دادگاه نامه میده و قابل انجامه. ولی علت این که اینقدر دارن بر این تبل میکوبن که آی مثل اون وا اسلاما، مثل وا نمیدونم مثلا مسلمینا که الان همه جای دنیا این پرچم رو دستشون گرفتن که آره دیسکریمینیشن، تبعیض، نمیدونم الان به مسلمونا داره تبعیض میشه، نمیدونم اونا میگن به ما گیا داره تبعیض میشه، اونا میگن به ما لزبیانا داره تبعیض میشه، حالا شروع کردن که به سقط داره، به زنان داره تبعیض میشه. چرا زنان باید هر وقت دلشون میخواد برن یه بچه یه رو بکشن؟ حالا اون بچه میتونه 2 ماه باشه، میتونه 4 ماه باشه، میتونه 5 روز دیگه موقع زایمانش باشه، ولی به همون موقعی که به دنیا میاد بندازیمش بره تو سطل آشغال و ما نمیخوایم بچه داشته باشیم. کی اینها رو داره به سا پیگیری میکنه یا چه منافعی پشت اینها هست؟ اینها اون قضایایی است که به اصطلاح پشت پرده های این گونه فعالان به اصطلاح سقط جنین یا فعالان حقوق بشر یا فعالان حقوق زنان یا فمینیست ها، همون گونه که فعالان مثلا نمیدونم LGBT یا فعالیت های این گونه که در جهان اتفاق میفته هست و اینها هیچ کدومش از توش چیز خوشایندی در نمیاد، هیچ کدوم اینا بوی خوبی ازش در نمیاد که ما مطمئن باشیم که در آینده اینها موجب میشه به تغییراتی در جهان در جهت مثبت، یا نیازی هست که مثلا قوانین ممنوعیت سقط رو در همه جهان برداریم. حالا که چی بشه و چه چیزهای پشتش هست، میگم اینا اهداف خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. بیشترین هدف کنترل مردم جهان، کنترل زندگی‌های مردم جهان و شستشوهای مغزی است که هر زمانی مردم رو به هر سویی که اینا میخوان بتونن قشنگ مثل فرمون زندگی مردم رو داشته باشن. حالا این فرمون رو می‌خوایم اینوری بچرخونیم، الان جامعه رو می‌خوایم اینوری حرکت بدیم، یا الان فرمون رو بچونیم اونوری حرکت بدیم، در حالی که بارها ثابت شده که تمام این افرادی که دایه حقوق بشر و دایه این گونه که ما بدن ماست، انتخاب ماست،
موقعی که موقع واکسیناسیون میشد همچین چیزی اصلا نبود. بدن ما و انتخاب ما تو سر مردم میزنن، به زورم که شده جوری قوانین برات میذاشتن که تو حتی تو رستوران ها، من نمیدونم شما یادتونی یا نه، تو اروپا در اون یه مقطعی از کرونا و حتی تو کالیفرنیا شما اگر کارت واکسیناسیون نشون نمیدادین وارد رستوران نمیذاشتن بشین. یعنی این اجبارها رو میخوام بگم در جهان چگونه انجام میدن برای اینکه هر کاری که دلشون میخواد بکنن و مردم رو به هر سویی که میخوان بچرخونن. ولی باید هوشیار باشیم که هیچ گونه از این به اصطلاح جنبش ها و فعالیت هایی که میخوان بگن نه ما آزادی خواهیم، ما لیبرالیم، ما میخوان پیشرفت و مدرنیته رو بیاریم برای جهان، هیچ کدوم اینا واقعا اون چیزی که ادعا میکنن نیستن. برای که بارها و بارها ما نمونه هاشو و تضادش رو دیدیم در جاهای دیگه که منافعشون بوده. کاملا درست، دنیای وارونه شده واقعا. آدم میمونه که به بچه چی باید بگی، چی باید آموزش بدی، چی تو خونه تو خانواده آموزش بدی، خارج از خانواده تو مدارس، مخصوصا تو غرب، مخصوصا توی امریکا که آموزش هایی داده میشن که شما بهتر در جریان هستی. بله. واقعا آدم سردرگم میشه که نهایتا دنیا به کدام سو خواهد رفت با این حاکمیت عجب و عجبی که الان داریم میبینیم. اگر قرار از یک جنبش یک اقلیت طرفداری بشه، خب در دنیا اقلیت های مختلفی و زیادی وجود داره که همشون حقوقشون ادعا میکنن پایمال شده، ادعا میکنن پایمال شده، پس باید از همه این اقلیت ها یا افرادی که تحت ستم هستن، فقط یک اقلیت جنسی نیستن که حقشون پایمال شده و این پروموت کردن به این شکل وسیع به قول شما و جهانی یک انگیزه و یک هدفی پشتش هست که امیدوارم یک روزی که خیلی هم دور نباشه دستشون برای حداقل بشر رو بشه تا مردم جهان تکلیف خودشون رو با خودشون با آیندهشون بدونن. دقیقا همینطوره بانو افسانه گرامی. و به ویژه این که همیشه یادمون باشه هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره، اینا همه میدونن، و هیچ سازمان حقوق بشری، فمینیستی، نمیدونم حقوق زنان، حقوق نوزادان، حقوق نمیدونم LGBT، حقوق سیاهان، اینا هر وقت میرین توشونو پژوهش میکنین، باز میکنین ببینین چه خبره، میبینین تا بیخ دندان فاسدن. دزدی های گوناگون توشون انجام میشه، بخور به چاپ های گوناگون، به حساب فاندریزینگ های گوناگونی میکنن که همش میره تو جیب خودشون و هیچ کاری هم قاعدتا انجام نمیدن برای مردم. ولی هر موقع که میرین تو اینا میبینین خود اینها در زندگی های خودشون، افرادی که به اصطلاح فمینیستن، افرادی که به اصطلاح حامیان حقوق بشرن، بعد یهو میبینین هر چند وقت یه بار یه گندی از توی یکی از زندگی اینا در میاد، او این یارو که انقدر حامی مثلا حقوق بشر بود زن و بچه‌شو خودش میگرفته تو خونه به قصد مثلا کشت میزده، یا فلان کسی که مثلا در مورد حامی مثلا حقوق سیاهان و نمیدونم فلان و این بلک لایوز ماتر بوده، دو سه تا از سران اصلیشون در اومد که چگونه پولهایی که دونیشن میکردن رفتن 7 میلیون و 8 میلیون دلار واسه خودشون خونه های شخصی خریده بودن، یا انواع و اقسام این بازی هایی که متاسفانه در دنیای امروز میبینیم. و این ایجاب میکنه که همه ما ایرانی ها که هیچ کدوم اینا معضل های ما ایرانیان با نگاه جامعه ایرانیمون نبوده، ما ایرانی ها در تمام تاریخمون تا جایی که ما با فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی زندگی کردیم، هیچ کدوم این مسائل رو نشیم. نه ما مشکل حقوق بشر در کشورمون داشتیم، نه مشکل حقوق زنان داشتیم، نه مشکل حقوق کودکان داشتیم، نه هیچ کس هیچ وقت در ایران در هیچ جای تاریخ ایران به یاد میاد که مثلا گرفته باشن نمیدونم یک کسی که مشکل فیزیکی داشته، ترنس بوده، هرچی بوده، دار زده باشن مثلا در ایران پیش از اسلام. شما هیچ جای تاریخ نمیبینید، نمیخونید و مواجه نیستید با هیچ کدوم از این موارد که امروزه به اصطلاح جنبش های گوناگون برای اینا راه افتاده و معضلاتی است که غرب میگه مشکلات دنیای امروز ماست، یعنی غربی هاست. هیچ کدوم اینا مشکلات ما نبوده و نیست. و اگر که ما دو مرتبه ایرانی بشیم و بیاموزیم با اندیشه ایرانی زندگی کنیم، هیچ ایرانی
بی دلیل بچهشو نمیکشه، نمیکشته و هیچ وقت هیچ بچه ایرانی تو سطل آشغال رها نمیشده. هیچگاه در هیچ جای تاریخ ایران مردم ایران به خاطر فقر و گرسنگی بچه هاشون رو نفروختن به یه گونی برنج یا نمیدونم برای بردهداری کسی بچهشو بفروشه ببرن این کشور یا اون کشور، یا بچه هاشون رو بفروشن برای سوء استفاده های جنسی یا کارگری یا هر چیز دیگه. بنابراین اینها هیچ وقت معضل جامعه ایرانی و کشور ما نبوده و بهترم هستش که ما اصلا دنبال این هیاهوی های بسیار برای هیچی که در جوامع بین المللی دارن را میندازن که مردم جهان رو با خودشون همراه کنن و در نهایت شما رو به جایی که خودشون میخوان ببرن، بهتره با اینا همراه نشیم و فقط به ایرانی شدن بیاندیشیم. کاملا درست بانوات. داریم میبینیم که برندگان جوایز نفیس حقوق بشری چی کسانی هستن. کسانی که آفره. از شرایط مردم دیدن دارن این روزا سوء استفاده میکنن و امیدوارم که مردم ما اونقدر آگاه شده باشن و بیش از این بشن که هیچ کسی نه به عنوان فعال حقوق بشر، نه به عنوان فعال حقوق زنان، نه فمینیست، نه نمیدونم جنبش های مختلف بتونم دوباره یک بار دیگه مثل همون سال 57 نه روشن فکران دروغی، نه آخونده کت شلواری کراواتی نتونن دوباره فریبشون بدن. با امید اون روز و اینکه ما حقوق همیشه حقوق داشتیم و نیازی نبوده حق حقوق تا بیش از 43 سال پیش براش بجنگیم تا به دستش بریم و قبل از این 43 سال نصف تمام آنچه که باید یک زن، یک مرد، یک خانواده ایرانی می داشتن رو داشتیم که همین افرادی که الان دایره حقوق بشر رو دارن از ما گرفتن و الان دارن آفره. یه جنس بنجلی به عنوان یه جنس دیگه، جنس بنجل به عنوان یه جنس نو میخوان به خورد ما بدن و ما بفروشن و فکر میکنن ما فراموش کردیم که قبل از این 43 سال چه جایگاهی داشتیم. با امید آگاهی و بیداری ملت ایران یک بار برای همیشه که قدر فرهنگ، هویت و تمدن خودمون رو بدونیم و بازیچه این کارگردانه بسیار قهار و شیاد نشیم. سپاس از شما و سپاس از همه بینندگان این برنامه. پاینده ایران پادشاهی. پاینده ایران جاوید شما. بدرود.